سلام به مجموعه خبری ساعت 6 از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: انتقاد امیرخان متقی از روی کرد غرب در برابر افغانستان، میگوید غربی ها به جای وارد کردن اتهام های بی اساس راه تعامل را در پیش گیرد. کلوای سید بشر حقوق دی، کلوای دی خزو حقوق دی، کلوای دی قاعده و نور دلی موجود دی، دغه قضاوت یا دغه معلومات تاسی دی کم میکانیزم نمخینه کوید. گشایش سه مرکز تازه توزیع پاسپورت در پایتخت. رئیس پاسپورت میگوید با گشایش این مرکزها درخواست کنندگان در جریان یک هفته پاسپورت هایشان را دریافت خواهند کرد. سه مرکز دیگر در پهلوی مرکز سابق امروز ما شما شاهد افتتاح آن هستیم. هفتهوار به انشاءالله خلق ثبت نام کوی و هفته که بینن نوبت رسیگی. زیانهای برخواسته از تندبادها در ننگرهار، آسیب دیدگان خواهان همکاری اند. مردم در چند ولسوالی زیانهای هنگفت مالی دیده اند. تیر اورس کوم گلی آفت راغله او ار سید منځه ویوړله سر وی روانه ده چې موږ د څه معلومه کو چې په مجموع کې تاوان څومره وخت دی. افزایش صادرات قالین در 6 ماه گذشته در بیرون از کشور. وزارت صنعت و تجارت میگوید به بازرگانان سهولت های را فراهم کرده. و ادامه حمله های اسرائیل بر نوار غزه. همزمان حماس اسرائیل را متهم به مختل کردن مذاکرات و توافق آتش بس کرد. امروز چهارشنبه 27 ماه سرطان است. من شمسمان. وقت شما بخیر. امیرخان متقی اتهام‌های غرب درباره نقض مسائل حقوق بشری و حضور گروه‌های هراس‌افغان در افغانستان را بی بنیاد می‌داند. سرپرست وزارت خارجه همچنان به آن که از کسی نام ببرد می‌افزاید هنوز حلقاتی هستند که تلاش می‌ورزند دستاوردهای امارت اسلامی را کمرنگ جلوه بدهند. سرپرست وزارت خارجه در نشست ارزیابی ریاست‌های مرکزی این وزارت با انتقاد از کشورهای غربی میگوید که در این اواخر اتهامات از سوی غرب مبنی بر نقض حقوق بشر و وجود گروه‌های هراس‌افغان در افغانستان بر امارت اسلامی وارد شده‌اند که به باور او همه بی بنیادند. امیرخان متقی همچنان از کشورهای غربی می‌خواهد تا به جای این سخنان راه تعامل را با امارت اسلامی در پیش بگیرند. کلوای سید بشر حقوق دی، کلوای دی خزو حقوق دی، کلوای دی قاعده و نور دلی موجود دی، دغه قضاوت یا دغه معلومات تاسی دی کوم میکانیزم له مخې نه کوی. زرهاو کیلومتره لری یوازې د ځینو خاصو مغرضو کړیو او د افغانستان د دښمنانو له منابعو نه معلومات ترلاسه کوی او هغه بیا د مستندو معلوماتو په نامه نشر کوی. سرپرست وزارت خارجه در بخش دیگر از سخنانش به آن که از کسی به طور مشخص نام ببرد می افزاید که هنوز هم حلقات زیادی در تلاشند تا دستاوردهای امارت اسلامی در نزدیک به 3 سال گذشته در بخش های گوناگون از جمله تامین امنیت و پیکار با مواد مخدر را کمرنگ جلوه دهند. دوامدار کوشش کوي چې څنګه د اسلامي امارت هغه لاسته راوړنی چې په تیرو څه کم دریو کلو کې حاصلې کړې دي، که هغه د امنیت په برخه کې دي، که هغه د مواد مخدر د مخنیوي په برخه کې دي، که هغه د لویو لویو پروژو د پیل کولو د جاري ساتلو په برخه کې دي، دا ټول کوشش روان ده چې دا هر څه تر سیوري لاندې راشي. امیرخان متقی همچنان روابط امارت اسلامی با کشورهای جهان را بهبود یافته میخواند و از کشورهای دیگر نیز میخواهد تا روابطشان با امارت اسلامی را گسترش دهند. د ټولې نړۍ سره د موږ اړیکې غوړېدلې دي، اقتصادي اړیکې، سیاسي اړیکې، تجارتي اړیکې. هغو سره یو مشکل نشته. هغه هیوادونه چې تر اوسه پورې نه دي راوړاندې سوي، هغو ته هم دغه میدان دغه زمینه مساعده ده. د موږ پالیسي دا ده چې باید ښې اړیکې ورسره ولرو. این سخنان امیرخان متقی درباره بهبود تعامل حکومت سرپرست با جهان در حال مطرح می شود که تا کنون هیچ کشور حکومت امارات اسلامی را به رسمیت نشناخته است.
وزارت خارجه پاکستان معاون سرپرست سفارت امارات اسلامی در اسلام آباد را فراخوانده. این وزارت در بیانیه علت فراخواندن معاون سرپرست سفارت امارات اسلامی در اسلام آباد را حمله اخیر نیروهای حافظ گل بهادر در خیبر پختونخوا عنوان کرده. هرچند که امارات اسلامی تا اکنون در این باره چیزی نگفته، اما پیش از این دست داشتن در چنین حملات و این گونه اتهامات را از سوی پاکستان همواره رد کرده. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست وزرا میگوید امارت اسلامی بر تمامی بخش های افغانستان حاکمیت دارد. به گفته او در حال حاضر هیچ روستایی در کشور از کنترل حکومت سرپرست بیرون نیست. معاون سیاسی ریاست الوزرا در دیدار با رئیسان مرکز دانشگاه‌های دولتی و وزارت تحصیلات عالی میگوید که در حال حاضر امارت اسلامی بالای تمامی اراضی افغانستان حاکمیت دارد و حتی یک روستا هم در بیرون از اختیارات حکومت کنونی نیست. سلور در شولیتونه سلور سوا یو ویشت ولسواله منتس رسمی ولسواله لرو پا در طول پوره حاکمیت تایی یوا قریه هم د دشمن پلاس کې نشته ولسوالی خلا پرې د قریه مونږ ګورلن لرو مبالغه نه ده که حقیقت ده. این مقام ارشد حکومت سرپرست همچنان اطمینان می‌دهد که با به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی جنگ ها از بهر به قدرت رسیدن در افغانستان پایان یافته است. تنظیم جنگی نشته ده، لسان جنگی نشته ده، قوم جنگی نشته ده، د قدرت لپاره د خارون وراروون نشته دي. لغین ورسته چه الحمدلله مونگ پا دغ اهدافو که سر تا رسیدلیو. از سوی هم برخی از آگاهان مسائل سیاسی بر این باورند که امارت اسلامی از بحر بهبود در روابطش باید در برخی از سیاست های داخلی و خارجی خود تغییر بیاورد. در مورد کار جوانان تصمیم بگیرند، در مورد فرار جوانان باید تصمیم بگیرند. همیست که ما میتانیم که یک نظام درست و قوی داشته باشیم و جهانیان بدون شک ما را حمایت میکنند. امارت اسلامی در 3 سال گذشته تأمین امنیت سرتاسری در کشور را از دستاوردهای مهم حکومت سرپرست خوانده است. امارت اسلامی گفته های وزارت خارجه آمریکا درباره احتمال تهدیدهای هراس افغانی از افغانستان را رد میکند. معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید کابل به آنچه در این باره تعهد کرده پابند است. این در حالی است که به تازگی وزارت خارجه آمریکا گفته واشنگتن باید اطمینان حاصل کند که حمله های هراس افغانانه از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر انجام نمیشود. وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن میخواهد اطمینان یابد که هراس افغانان از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر کار نمیگیرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیکار با هراس افغانی از اولویت‌های کاری واشنگتن بوده است. ما میخواهیم طالبان اطمینان دهند که حملات تروریستی از خاک افغانستان پلان نمیشود و نه هم منشأ میگیرد. این برای ما یک اولویت است و خواهد بود. اما امارت اسلامی درباره گفته‌های سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه کشورهای دیگر نیست و امارت اسلامی در این باره به آنچه تعهد کرده است پابند است. با افغانستان کې بهرنیو ډلو ټپلو ته د فعالیت کولو اجازه نور کو په دې اړه اندیښنې سمې نه دي. د افغانستان اسلامي امارت په دې اړه خپل ژمنې پوره کړې دي او په دې برخه کې کوټلې ګامونه اخیستي. ما 6 تا همسایه داریم که 5 تایشان هیچ نوع ازی بابت شکایت ندارد. تنها پاکستان است که شکایت دارد. ولی اگر این موضوع را از عمقی ببینیم، موضوعات که از افغانستان باشه غیر واقعی است. پیش از این نیز امارت اسلامی همواره اطمینان داده که هرگز اجازه نمی‌دهد تا خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر کار گرفته شود. 3 مرکز تازه توزیع پاسپورت در کابل گشایش یافت. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست وزرا میگوید با گشایش این مرکزها چالش های مردم از بهره گرفتن پاسپورت حل خواهد شد. او میافزاید تمامی تسهیلات برای زنان و مردان در این مرکزها فراهم شده. رئیس عمومی پاسپورت میگوید با گشایش این مرکزها درخواست کنندگان در جریان 1 هفته پاسپورت هایشان را دریافت خواهند کرد. 3 مرکز توزیع پاسپورت از سوی ریاست پاسپورت برای حل چالش‌های مردم در کابل گشایش یافت. معاون اداری ریاست وزرا در مراسم گشایش 3 مرکز جدید توزیع پاسپورت در کابل میگوید که تمامی تسهیلات برای زنان و مردان در این مرکزها فراهم شده و با گشایش این مرکزها چالش‌های مردم حل خواهد شد.
امروز ما شما شاهد آن هستیم که سه مرکز دیگر در پهلوی مرکز سابق، امروز ما شما شاهد افتتاح آن هستیم. در اینجا انشاءالله در این مراکز همه سهولت هایی که برای ارائه پاسپورت، برای توزیع پاسپورت ضرورت بود در نظر گرفته شده است. در همین حال معین وزارت داخله میگوید که نباید از پاسپورت استفاده نادرست شود و پاسپورت باید برای فرار از کشور گرفته نشود. به گفته محمد نبی عمری، جهان نباید برای بیرون کردن کادرهای افغان از کشور تلاش کنند. دنیا خونه غواری، آخو غواری چه سمره علمی کدرونه دی، سمره خلق دی چه دی افغانستان نیو بسله شی، خپل غلط استفاده دیگوی نوکی، غلط استخدام کی، او دنیا ته امارت دا وخی چې د امارت نه خلق په تیخته دی هلته خلق وخت نه تیری. رئیس عمومی پاسپورت میگوید که با گشایش این مرکزها درخواست کنندگان پاسپورت در جریان یک هفته پاسپورت هایشان را دریافت خواهند کرد. زلدی جینا ټول هیوادوالو ته ډاډ ورکوم انشاءالله چې په راتلونکي کې به د پاسپورت په برخه کې دوی هیڅ قسم مشکلاتو سره مخ نه شي انشاءالله. پرونه موږ دا خبره کړې وه، هفتوار به انشاءالله خلق ثبت نام کوي، په هفته کې به نن نوبت رسیږي. د دوی د ضرورتو د رفع کولو دپاره نور سهولتونه، نور ترتیبونه هم د دې دپاره برابر کړي تر څو چې د عام مسلمانان په سهولت سره وکولی شي چې دا خپل مشکل حل کړي او خپل پاسپورت ترلاسه کړي. بر بنیاد اطلاعات ریاست پاسپورت، این مرکزها در دارالامان، قلعه زمانخان و تنگی ترخیل کابل گشایش یافته و در هر مرکز روزانه به 2000 درخواست کننده خدمات ارائه خواهد شد. تند بادها و باران شدید روز دوشنبه در ننگرهار ده ها گلخانه را در ریاست کانال این ولایت ویران کرده. شمار از گلخانه‌داران از مسئولان خواهان کمک و رسیدگی به چالش هایشان هستند. در همین حال مسئولان ریاست کانال ننگرهار از همکاری با آنان اطمینان می دهد. این گلخانه ها در منطقه فارم هده در مربوطات ریاست کانال ننگرهار است که از اثر تندباد های شدید و باران های روز دوشنبه این گونه ویران شده و خسارات هنگفت مالی بر جا گذاشته است. زاکرالله و شراغا به گونه مشترک در اینجا 6 میلیون افغانی سرمایه گذاری کرده و چندین گلخانه را ساخته بودند، اما تندباد های شدید و باران امیدواری های آنان را با خاک یکسان ساخته است. که ما 6 میلیون البته سرمایه گذاری کردیم و زحمت زیاد کشیدیم، البته که به ثمر می رسید، بیش از 200 لک افغانی را ایجاب می گفت. مونږ دی که در کوری دفعه پروگرام جور کرلو او تیر او رسی کم گله آفت راغلل او عرصه دی منزه بیوڑلو. شمار دیگر از گلخانه داران در این فرم از مسئولان ریاست کانال ننگرهار می خواهند تا در بخش اجاره برای مدت با آنان همکاری کنند. درې څلور کاله موږ ته دغه اجاره معاف کړي، ځکه تقریبا لکه څرنګه چې موږ ته دغه تاوان اوښتی، داسې په سلهاو شرکتونه چې کوم د کانال نه ځمکې نیولي هغه ټولو ته په دغه باره کې خسارې اوښتی دي. پرون دغه افت چې راغی هر څه د منځه وړل، موږ دغه بسته د کان چې ګورم شاوخوا سې ولاړې، دا ټول بېکار است. مسئولان ریاست کانال ننګرهار میگویند که روند بررسی زیانهای برخواسته از تندبادها و بارانهای روز دوشنبه را در مربوطات این کانال آغاز کرده و اطمینان می‌دهند که با گلخانه داران و کشاورزان همکاری خواهند کرد. مونږ سر روان ده چې مونږ د سای معلومه کو چې په مجموع کې تاوان څومره وخته دی او څومره اجناس یا څومره ونې یا څومره ځمکې یا تاسیسات زموږ ته تخریب شوي دي، دا به انشاءالله په نږدې کې راجمع شي به تاسو سره شریک. این در حالی است که تندبادهای شدید و بارانهای روز دوشنبه هفته جاری در شهر جلال آباد و شماری از ولسوالی های این ولایت افزون بر تلفات جانی، زیان های هنگفت مالی را نیز بر جا گذاشته است. یک بار دیگر خوش آمدید. در 6 ماه نخست سال جاری میلادی به ارزش بیش از 9 میلیون دلار قالین و گلیم به بیرون از کشور صادر شده. وزارت صنعت و تجارت میگوید برای صادرات قالین به بیرون از کشور سهولت هایی را برای بازرگانان فراهم ساخته. همزمان با این شمار از فروشندگان قالین میگویند با راه اندازی نمایشگاه ها در داخل و بیرون از کشور فروش و صادرات قالین بیشتر خواهد شد.
وزارت صنعت و تجارت میگوید که در 6 ماه نخست سال روان میلادی به ارزش بیش از 9 میلیون دلار قالین و گلیم به بیرون از کشور صادر شده است. با گفته سخنگوی این وزارت بیشتر قالین به کشورهای اتریش، هند، پاکستان، ازبکستان، استرالیا، ایتالیا، چین و ترکیه صادر شده است. در جریان 6 ماه اول سال 2024 با وزن مجموعی بیشتر از 2.4 میلیون کیلوگرم قالین با ارزش 8.7 میلیون دلار به کشورهای اتریش، پاکستان، هندوستان، ازبکستان، استرالیا، انگلستان، امریکا، ترکیه، چین و کشورهای دیگر صادرات صورت گرفته است. قالین یکی از اقلام بسیار عمده صادراتی ماست و علاوه از او که یک اقلام صادراتی است بلکه یک ظرفیت بسیار جدی است که برای خانم ها و برای مردم کار پیدا میکنند. در همین حال شمار از فروشندگان قالین میگویند که بازار فروشاتشان نسبت به هر زمان دیگر کمرنگ شده است و نیاز از تسهیلات بیشتر در زمینه صادرات قالین به بیرون از کشور فراهم شود. فروشات ما متاسفانه در داخل کشور نسبت به سابق کمتر است متاسفانه و ما از کسانی که در دولت فعلی هستند خواهش مندیم که سهولت بیشتر فراهم بسازند تا فروشات ما بیشتر شوند. به خاطر اینکه بتوانیم قالین های با کیفیت خارج از افغانستان انتقال بدهیم و فرهنگ اصیل افغانستان که هنر قالین بافی است به جهانیان به نمایش بگذاریم بشناسانیم، دهلیز های هوایی مستقیم یا سریع لازم است که باز شود. این در حال است که پیش از این اداره توسعه بین المللی ایالات متحده آمریکا گفته بود که سکتور قالین افغانستان به پشتیبانی این نهاد ظرفیت پروسس خود را تا 500 هزار متر مربع در سال افزایش داده است. صندوق نجات کودکان، کمیته بین المللی نجات و اتحادیه اروپا در گزارش هایی گفتند که به نیاز زیانمندان در نتیجه تندبادها و سیلاب در ننگرهار کمک های لازم را میرسانند. در این گزارش ببینید. تغییرات اقلیمی در افغانستان در سالهای پسین بیشتر از هر زمان دیگر بوده است. با آنکه هنوز هم افغانستان از کشورهای است که با بحران اقتصادی روبرو است و بیش از 23 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، اما خشکسالی، سیلاب‌ها، تندبادها و زلزله آسیب‌های جدی را برای شهروندان کشور وارد کرده است. برخی از نهادها از جمله صندوق نجات کودکان، کمیته بین‌المللی نجات و اتحادیه اروپا از وقوع تندبادها و سیلاب‌ها در ننگرهار و شمار از ولایت‌ها ابراز نگرانی کرده و گفتند که کمک‌های لازم را برای آسیب دیدگان می‌رسانند. انت باید وای چې دغه نړیوال موسسو ته د مک سره په مشترکه باندې یو دغه سی پلیټ فارم جوړ سی، یو دغه سی تګلار جوړ سی، سی خلکو ته دغه د کوم کومکونه سی کیږي د خلکو پوری ورسیږي. همزمان با این برنامه جهانی خوراک میگوید که در دو ماه گذشته این نهاد برای بیش از 125 هزار تن از آسیب دیدگان سیلاب ها با کمک های دوامدار در ولایت های بغلان، فاریاب، غور، کنر، لغمان و ننگرهار رسیدگی کردند. جاری شدن سیل ناشی از باران‌های شدید در شرق افغانستان ده‌ها خانواده را متاثر و صدها خانه را آسیب زده است. تیم‌های ارزیابی ما در حال حاضر در ساحه موجود هستند و گزارش آنها به ما کمک خواهد کرد که کمک مورد نیاز را به آسیب دیدگان اعزام کنیم. از سوی هم وزارت اقتصاد اطمینان می‌دهد که در هماهنگی با نهادهای غیرحکومتی تلاش دارند تا کمک‌های لازم را از جمله مواد خوراکی و سرپناه برای آسیب دیدگان در ولایت ننگرهار برسانند. با این ترتیب اینجا رسیدیم به پایان خبر شش. از همراهی شما سپاسگزارم. تا دقایق دیگر در فراخبر برمی‌گردیم.